دنبال استیلازی، یه پاس خوب موقعیت تو بستر نوزی عبور میکنه، ضربه مجدد، فرصت برای کریمی، یه چرخش، فرصت برای گل شدن تو، و همچنان خطری که میتونست دروازه رو تهدید بکنه و حالا یه ضربه آزاد ایسکایی پشت محوطه جریمه. خسروی یکتوش با نیکبخت، خود خسروی نزدیک کورنر، موقعیت خوب برای تیم فوتبال استیلازین، حالا ضربه پای چپ نامشخص، علی کریمی پاس به بیرون، مهدوی تو بگه روی خط دروازه برگشت داده میشه، فرصت برای شاپورزاده، یه ارسال، موقعیت یه قیچیه از پهلو رو میخواست بزنه اونجا رضا نوروزی، ضد حمله به نوعی دیگه از دست رفت و اون سرعت به هر حال کافی نیست. حالا موقعیت و توپ بگه زیر تاق دروازه برخورد میکنه. نور محمدی فریادش به هوا میره، موقعیت خوب، فرصت برای هم زنه پور و توپی که خطرناک از کنار دروازه به خارج میزنه. توپ مدام بریم باز کنن، دو تیم در حال جا به جا شدن هست. حالا یه پاس خوب، فرصت برای استیلازین، شاپور زده و توپی که چقدر آسان از دست داد، ضربه بلند از او نوروزی، یه بار دیگه شاپور زده و توپی که درون دروازه قرار میگیره و یه بار دیگه این بار شاپور زده دیگه مثل مرتبه قبل کم تجربگی نمی کنه. در حالی که فرشید کریمی از دروازش خارج شده بود با یه ضربه خوب دروازه تیم راه آهن رو باز میکنه. زنیت پور یه پاس خوب، یه ضربه سر خطرناک از فرید آبدی و توپی که تبدیل به کورنر میکنه نظر محمدی. 40مین دقیقه از نیمه دوم، یه ضربه سر و توپی که درون دروازه قرار میگیره. از آنچه که بازیکنان استیلازین از اون پرهیز میکردن و میترسیدن دقیقا به سرشون اومد، یه ضربه کورنر و گلی که علیرضا نور محمدی، یکی از چهره‌های بسیار خوب تیم فوتبال راه آهن، بازیکن شماره 6 این تیم، موفق شد که گلزنی بکنه. من با دیدن این بازی، با توجه به تعصب و غیرتی که این بازیکن‌ها امروز به خرج دادن، خیلی امیدوار شدم به این تیم و اون قول رو میدم که با همت این بازیکن‌ها و توکل به خدا و لطف خدا که شامل حالمون میشه، این تیم مسلما سود میکنه توی جدول. من نتیجه بازی اصلا راضی نیستم، چون واقعا بازی خوبی انجام دادیم، هم نیمه اول هم نیمه دوم موقعیت زیادی داشتیم و تیم حریف هم توی ضد حمله چند تا موقعیت به دست آورد، ولی شرایط بازی طوری بود که میتونستیم سه امتیاز بازی رو بگیریم. یه مقدار عدم تمرکز خط دفاعیمون روی کورنری که ارسال شد، ما گل مساوی رو خوردیم و واقعا این دو امتیاز ارزشمندی بود که از دست دادیم. پیشنهاد الاهلی ما می‌خواستیم ببینیم صحت داره یا نه. برای هنوز آفر کتبشون هنوز فکس نشده به باشگاه، برای هر موقع فکس شد به باشگاه اون موقع دربارش دست می‌گیریم. بعد خود شما تمایل دارین در ایران باشین کلا یا به امارات برین؟ به هر حال میام، صحبتی که با مسئولین بعد از اینکه آفرشون کتبی فکس شد صحبت می‌کنم، حالا ببینیم چه نتیجه‌ای می‌رسیم.